و مردمش یه اوستان یه سیستان رو برای سیستان هم در راهپیمایی علیه بدخواهان و معاندان این مرز و بوم دیدنی بود. ماجونمون رو، امنیت ملی کشورمون رو مدیون همین شهید ابراهیمی و رضایی ها و امثال اینها هستیم و اگه امروز نمی اومدیم واقعا از روی این مادر شهید و اون بچه سیاه سوزه شهید ابراهیمی واقعا خجالت می کشیم. این انقلاب، این هواخونی که رسوابیه باهای زیادی با هاتون رفته و همین سادگی نمیشه ببینید که دست یه موت آدم اوباش و خراب کاری این عمله که جمهوری نظام را از بین ببرن، قدرت اسلام را از بین ببرن. ما به خاطر این آمدیم که به آمریکا و اسرائیل نشون بدیم که ما در صحنه هستیم. امروز همچنین پیکر مرتضی رضایی شهید مدافع امنیت بعد از تشییع در آستان مقدس امامزاده هاشم رشت به خاک سپرده شد. مرتضی رضایی کارمند شهرداری ملار بود که در دفاع از امنیت در اختصاص دستی به شهادت داد. در ادامه حمایت مقامات آمریکایی از آشوبگران، مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز از اختشاشات و خشونت طلبانی که در روزهای اخیر خسارات زیادی به اموال عمومی و اموال مردم وارد کردند حمایت کرد. سخنگوی مسیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم ضمن دخالت در امور داخلی کشورمان خواستار عدم برخورد با اختشاشگران شد. آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی گفته است اعلام حمایت مقامات آمریکایی از مردم ایران دروغی شرم‌آور است. آنها نخست باید پاسخگوی تروریسم اقتصادی و جنایت ضد مردم ایران باشد. خبر دیگر این که سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد سرساخه های ایجاد کننده ناآرامی و اختشاشات در چند استان که اتوبیس‌های امنیتی بیگانه در اختلاع بودند توسط دسته های امنیتی اختلاعی کشور شناسایی و دستگیر شدند. سردار رمضان شریف بابگانی ناآرامی کشور شناسایی و دستگیر شدند. سردار رمضان شریف با جمعیت ناآرامی‌ها نهاد شده از دستور سلطنت طلبان و منافقین در اختشاشات و دهندیستن امنیت شهرها در برخورد با این حوادث تقدیم در خصوص مجلس قدرگان رهبری از مسئولان برای مقابله با افزایش قیمت کالاها در پی اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت Va a quedar ahí, sino que venía a España, desde Barcelona. Un rumor. Que si a lo mejor el barco podría recuperar la razón. Yo creo que tengo con un gobierno con la mayoría que tiene, si el gobierno finalmente sale adelante, porque ese sí es un enorme condicionante, pero con un gobierno con esta mayoría, esas transformaciones, ese cambio de modelo, ¿es factible? ¿Es alcanzable? Yo creo que es alcanzable porque en cualquier caso se... Es que no des la prensa al corazón. Sí, sí, pero que no, hay que estar más al pie. Sí, pero no es como vosotros. Ya me completáis la información. Bueno, que... Comercial Estado Unido en China, Arcuta سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی که در این عرصه تو میدان بودند،
و سلام و درود خدا را نثار شهیدان امنیت کنیم از همه ابشار. نکته سوم هم این است که خواسته تک تک اعضای خبرگان و هیئت رئیسه این است که دولت محترم نظارت قوی، نظارت قاطع بر یک چیز دیگه در باره دوست داشتم که متمثل با این نظمیدی که الان که بایشون تبلیم شد بگم که سوالها چیست؟ نظامن تأمین میشه انشاءالله. دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت در چند روز گذشته مردم با مراجعه به جایگزین‌های داخلی رکورد ترافیک شبکه ملی اطلاعات را شکست. اختلال شده شبکه ملی اینترنت توانسته است پاسخگوی بسیاری از خدمات اصلی کشور از جمله خدمات بانکی و حمل و نقل باشد. پروژه شبکه ملی اطلاعات پروژه بزرگی است. همین که توانستیم هنگامی که اینترنت دچار اختلال شده بود و محدودیت شده بود بسیاری از خدمات اصلی کشور رو تعریف شبکه ملی سایر نگه بداریم، مثل خدمات بانکی، مثل خدمات حمل و نقل، مثل خدمات که در این حوزه بود. خارجی یا متوجستجو خارجی به جایگزین های داخلی مراجعه کردن، حتی که جایگزین های داخلی کیفیت مقاله خارجی رو ندارد. نیروی هوایی ارتش آفات میشه. قدم اول گسترش و استقرار سامانه ها و نیروها با تعامل همافزای همه ارکان برگزاری رزمایش. به روزترین تجهیزات پای کار آمده و کار آزموده ترین جوانان مدافع حریم آسمان وطن برای افتخاری دیگر گرد هم آمدند. فرمانده ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی هم با حضور در جمع همرزمان از مراحل میدانی و مدیریتی رزمایش بازدید کرد. وظیفه نیروهای مسلح کشور رتمه وارد کنم که تا حد زیادی تنگ لحظه هم موفق شد. یکی از ویژگی های بارز این نمایش قدرت بی اطلاعی کامل نیروهای دفاع کننده از زمان كان إن الإدارة الرياضية ليست بسبب الكشف عن معلومات الاجتماع، لكنها ستعلن عن تفاصيله في وقت قريب. لكنه كشف عن أن الاجتماع تحليل الدفاع از عناصر حساس و حیاتی طراحان و مجریان این رزمایش نوینند برای تحصیل. در این رزمایش طراحی شده است. استان ایرانیان خبرگزاری صدای و سیما منطقه عمومی رزمایش. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. تماس تلفنی وزیر امور خارجه ژاپن با وزیر خارجه کشورمان.
توسعه همه جانبه همکاری های دو کشور، آخرین تحولات مربوط به اجرای برجام و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی محورهای گفتگو و رایزنی میان دو وزیر خارجه بود. آقای ظریف با انتقاد از عملکرد